سلام، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. مرسی از اینکه ویدیوهای ما رو دارین نگاه میکنین. یه اتفاق بزرگ، یه ایونت بزرگی داره توی تئاتر فارسی زبان توی تورنتو اتفاق میفته. اولین جشنواره تئاتر فارسی زبان توی آمریکای شمالی قراره توی تورنتو انجام بشه و امروز اومدم سراغ دو تا دبیرای این جشنواره، باهاشون یه مصاحبه داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته و بریم جلو. قبل شروع ویدیو لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم ادامه ویدیو. شب نمایش تورنتو، اولین گرد همایی تئاتری های ایرانی در آمریکای شمالی، رقابت 10 گروه نمایشی فارسی زبان در دو شب. با حضور محمد یعقوبی، شبنم فرشادجو، زهرا فرجی و نیلوفر بیزایی و دیگر هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی در تورنتو، 9 و 10 فوریه در سالن مریدیان آرت سنتر منطقه نورث یورک. خرید بلیط از طریق سایت تیکت مستر. خب سلام، لطفاً اول هادی جان معرفی کنین خودتونو. من هادی میری ازدی هستم. منم مسعود فرجی هستم. سلام میکنم. قبلش بگیم که ویدیوتون رو لایک و سابسکرایب کنم. از این چیزا میگه من دیدم ویدیو. خیلی عالی. آره خیلی. مرسی، لایک کنین، سابسکرایب کنین، حتما بیاین تی پی ان ببینین. قبلش ما تبلیغات خودمون. آره. خب بگین که قراره چه اتفاقی بیفته، این از کجا شروع شد؟ ما توی تورنتو یه سری تئاترای کوچیک برگزار کردیم و چند تا وارد پروداکشن داشتیم برای مینی سریز و فیلم های کوتاه. فهمیدیم که یک خیلی عظیمی از طرفدارای تئاتر اینجا هستن که یک مکان یا یه کامیونیتی ندارن که دور هم جمع شن تئاتر خوب ببینن یا بازی کنن. مخصوصا بازیگرای خیلی قدر اینجا هستن که دیده نشدن و اینکه اصلا فرصت برای شو شدن نداشتن تا الان. یا تئاتر خیلی محدوده یا خیلی توسط سلبریتیایی که از ایران میاد کنترل میشه. بنابراین به این فکر افتادیم با مسعود جان که یک جایی رو درست کنیم، یک کامیونیتی درست کنیم که اینا همه دور هم بتونن جمع بشن. و چه چیزی بهتر از یه جشنواره؟ این جشنواره خب به دلیل اینکه خب دنگ و فنگای خودشو داره تا الان انجام نشده بوده. دوستان زیادی، اساتید زیادی اینجا دارن تئاتر کار میکنن و تئاترهای خیلی خوبی دارن میبرن بالا، ولی خب به صورت جشنواره انجام نشده بود. بنابراین اومدیم طرح و پلنش رو از چند ماه پیش شروع کردیم، حدودا فکر کنم 7-8 ماه پیش، و هی اومدیم همه حاصلایی که وجود داره رو حذف کردیم، متنا رو خودمون تیم نویسندگان به بچه‌ها داد، اومدیم بچه‌های مستعد رو کال کردیم، اومدن همه ثبت نام کردن، جلسات متعددی داشتیم و در نهایت به این جشنواره ختم شد. جشنواره از یه هسته خیلی مرکزی شروع شد که قرار بود که 10 تا گروه تئاتری با هم رقابت کنن و 4-5 داور خیلی خوب داشته باشیم که اینا رو بتونه جاج بکنه. ولی این هسته ما جای شاخ و برگ رو براش باز گذاشتیم، همفکری کردیم با همه گروه هایی که تو این قضیه صاحب نظرن و هی گسترده شد، هی شاخ و برگ بهتری پیدا کرد، والنتیرهای خوبی با ما جوین شدن و من مسعود جان راجع به آکادمی حتما توضیح بدن چون ایشون رئیس آکادمی اونا هستن و آکادمی تشکیل شد، به صورت آنلاین داره پخش میشه. کانون هنرمندان تئاتر و سینمای برومرز به ما جوین شد، اساتید بزرگی به ما جوین شدن برای داوری و الان یه پکیجی شده که فکر میکنم انتظارش رو خودمون نداشتیم و اون هسته مرکزیه شده الان یه درخت پرباری که برای اولین سال فکر میکنم خیلی
خوب عالیه. آره واقعیتش اینه که ما موقعی که شروع کردیم گفتیم یه جشنواره کوچولو برگزار کنیم، یه 10 تا گروه انتخاب کنیم بیان 10 تا متن رو اجرا ببرن، یه شروعی باشه، یه حرکت آغازینی باشه که حالا این جریان تئاتریه. خب خیلی آدم به هر حال مهاجرت کردن، خیلی اینجا پتانسیل در واقع علایق مختلف هست، سلایق مختلف هست که براشون ایونت های مختلف برگزار میشه. خودت هم شاهدی، حالا تابستون و زمستون هم واقعا نداره، این ایونت ها مدام هست چون به هر حال آدم ها تفریح احتیاج دارن دیگه. و دیدیم یه چیزی مثل تئاتر اینجا جاش خالیه و گفتیم بیم یه جشنواره کوچولو برگزار کنیم، شاید در آینده خیلی بزرگترش کردیم. و اینا همون 7 ماه 8 ماه پیش که صحبتش بود یه فراخوانی دادیم، 10 تا گروه در واقع ثبت نام کردن اومدن و گروه ها هم دیدشون همین بود، یعنی گفتم میریم یک جشنواره دور همی اتفاق میفته و قضیه پیش میره. ولی واقعیتش قدم به قدم وقتی آدم ها اضافه شدن به همون خیلی ایده های جذابی اومد، خیلی بزرگتر شد. یعنی دیدیم که واقعا اون تصوری که ما داشتیم که قضیه داره بزرگ میشه، پتانسیل داره، واقعا پتانسیلش خیلی بیشتر از این حرف هاست. و خیلی استقبال کردن هم تئاتری های حرفه‌ای که اینجا دارن کار میکنن به شکل حرفه‌ای و روی صحنه میبرن. خب آقای یعقوبی الان جزو داورای ماست، محمد یعقوبی توی ایران، خود من به شخصه جزو کسایی بودم که مثلا ساعت‌ها تو صف وای می‌ایستادم که برم نمایش محمد یعقوبی رو ببینم. و الانم اینجا تئاتر دارن، یه نمایش رو همزمان فکر می‌کنم یه دو سه روز قبل از تی پی ان شروع میشه، 30 شب اجرا داره و پتانسیلش هست. وقتی یه همچین جمعیتی هستن که 30 شب اجرا می‌ذارن و 30 شب بلیت خریده میشه، خب قطعاً این دنبال خوراک خوبی هستن و لازم بود که یک جشنواره اینجوری برگزار شه، پایش گذاشته شه، قدم های اولیش تیشه تا بتونه حالا استعدادهایی که الان اینجا کلاس بازیگری میرن، علاقه دارن به بازیگری، میخوان به زبان فارسی یه اجرا ببرن رو صحنه، شاید زبانشون خوب نیست چون همه که نمیتونن جذب کامیونیتی انگلیسی زبان شن و خب اونم یه رقابتی توشه که عملا وقتی که واردش میشی یک بحث دیگه میاد وسط به اسم زبان. یعنی بازیگرای انگلیسی زبان که میان سر تمرین میشینن عملا از تو دو پله جلوترن، به خاطر اینکه تو قبلش یه چالشی داری، هر چقدر هم زبانت خوب باشه به هر حال فرهنگ اون نمایشنامه یه چیز متفاوتیه، شکل بیان یه چیز متفاوتیه. چون من دوست ایرانی داشتم که اینجا توی آمریکا خیلی در واقع به شکل حرفه‌ای تئاتر کار کنه و چیزی که برای من تعریف میگم، میگم مثلا بازیگر میاد دفعه اولش داره میخونه، من باید تو خونه 10 دفعه خونده باشم که بیام بشنم تازه این دفعه اول اون بخونم و یه ماجرای دیگه ای دارم. طرف میخواد به زبان فارسی اجراشو ببره و خب این باید فرصت فراهم باشه، به خاطر این اومدیم گفتیم که شب نمایش تورنتو رو را بندازیم و این جشنواره را بیفته که انگلیسیش هم میشه تورنتو پرفورمنس نایت، همون تی پی ان. این جشنواره رو انداختیم، خیلی استقبال شد از طرف داورامون، آقای یعقوبی، خانم فرشادجو خیلی استقبال کردن و دارن خیلی صادقانه و صمیمانه کمکمون میکنن. یعنی هم آقای یعقوبی، هم خانم فرشادجو، هم خانم بیزایی، دختر آقای بیزایی که در واقع توی آلمان هستن، درسته؟ بله، فرشادجو تو آلمان هستن و دارن کمکمون میکنن، ساپورتمون میکنن. و گروه اینها که در واقع یک انجمنیه به اسم انجمن هنرمندان تئاتر و سینمای برون مرز، یعنی ما خیلی ناشناخته بود برامون ولی خب آشنا شدیم دیدیم چقدر کارهای بزرگی کردن این گروه توی شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، هر کس داره حمایت میشه از طرف این انجمن. اینا به ما پیوستن، یواش یواش حرکت بزرگ شد و جریان پیش رفت و دیدیم که به قول یکی از بچه‌هایی که شرکت کننده بود میگفت ندونسته افتادیم وسط یک جریان خیلی بزرگی داره، یه اتفاق بزرگی میفته تو این شهر و خب ما خوشحالیم از این که داره این اتفاق میفته و قطعا حالا میتونه آینده بهتری هم داشته باشه. از آکادمی گفتین، آکادمی چیه؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ آکادمی هم جریانش در واقع برمیگرده به یک ایده‌ای که اضافه شد. یعنی از اول ما آکادمی نداشتیم، ما از اول قرار بودش یک هیئت داورانی متشکل از 4 یا 5 تا داور بیان اجراها رو ببینن، یک شور و مشورتی بینشون
در واقع بشه بین 10 تا نمایشی که حضور داره، و از طرف دیگه بیان جایزه بهترین نمایش و بهترین بازیگر رو تقدیم کنن در واقع تو اختتامیه. بعد دیدیم که خب این یه ذره کارو یک بعدی میکنه. یه ایده اومد وسط، گفتیم خب ما الان پخش آنلاین داریم، یعنی همزمان که اجراها داره انجام میشه آنلاین هم از شهرها و کشورهای مختلف میتونن ببینن و میتونن آدم ثبت نام کنن، لینکش براشون میاد و بلیت همزمان با اجرا میبینن. لینکش 24 ساعت باز البته براشون، یعنی همزمان اجرا که تموم میشه تا 24 ساعت فیلمش هست، میتونن ببینن و نظر بدن. یه رأی تماشاگر گذاشتیم، گفتیم تماشاگرها میتونن رأی بدن به اجرایی که در واقع هستش. و وقتی که جریان تئاتر رو انجمن هنرمندان تئاتر و سینمای برونمرز اومد به ما جون شد، گفتیم چرا نیم این قضیه رو یه ذره آکادمیک نکنیم. ماجرا اینه که این همه هنرمند و آدم کارکشته توی اطراف دنیا دارن هر کدوم کارهای نمایشی میکنن، توی زمینه‌های خودشون مشغول به کارن، چرا به اینا پیشنهاد ندیم که بیان به شکل یک آکادمی این جشنواره رو ببینن و یک رأی داشته باشن، هر کدومشون یک رأیش خودشون رو اختصاص بدن به نمایشی که دوست دارن و ما اون رو به عنوان جایزه آکادمی در واقع توی اختتامیه اعلام نکنیم. دید اون آدم های ذره حرفه‌ای تر از نسبت به تماشاگریه که داره رأی میده، چون به هر حال خودشون رو صحنه بودن، خودشون طراحی نور کردن، خودشون طراحی صدا کردن، هر کس تو فیلد خودش دیگه و هر کدوم یک رأی دارن. اینا دیگه شور و مشورتی با هم ندارن آکادمی، هر کدوم رأیشون رو ثبت میکنن و مجموع رأی اینا جایزه آکادمی ما رو مشخص میکنه. یعنی مثلا شاید یه جایزه، یک جایزه از مجموع رأی هایی که داده شده دیگه، یه رأی گیری اتفاق میفته توی اون. آره. و هنرمندای زیادی هم توی اون هستن، یعنی آدمایی هستن که خیلی سرشناسن و خب کارهای خیلی زیاد تئاتری کردن. خانم آیدا کیخایی هست جزو اونا که بازیگر تئاترن، خیلی کارهای بزرگی کردن توی در واقع همین تورنتو هم اجراهای خیلی زیادی بردن. خانم بهاران بنی احمدی هستن، ایشون هم بازیگر تئاتر هستن، الان توی مونترال زندگی میکنن. هر کس از هر جایی در واقع داره اضافه میشه به این آکادمی و جریان رو پیش میبره. با بامداد افشار یه صحبت هایی شده، با همایون غنی‌زاده کارگردان تئاترن صحبت شده، کم کم داره آکادمی شکل میگیره و سر و شکل خودش رو پیدا میکنه. چند تا داور دارین؟ داورها رو میشه برام معرفی کنین؟ داور ما قرار 5 تا داور داشته باشیم، 4 تاشون الان کانفرم شده و نفر آخرم به زودی اعلام میشه. اولین داورم خانوم نیلوفر بیزایی هستن، ایشون سالها توی زمینه تئاتر کار کردن، گروه خیلی خوبی دارن در فرانکفورت در آلمان، ولی همه جای دنیا اجرا بردن، حتی همین تورنتو. حدودا فکر کنم 30 سالی میشه که این گروه رو دارن و دارن اجرا میبرن. و بعد خانوم شبنم فرشادجو، ایشون بازیگر هستن و خیلی گسترده تو زمینه های تئاتر و فیلم و سریال کار کردن. و همچنین خانوم زهرا فرجی، ایشون هم کارگردان هستن هم نویسنده هستن و همچنین اینکه مدرس هستن، پروفسورن توی تورنتو فیلم اسکول و اونجا تدریس میکنن. و نفر آخر هم آقای محمد یعقوبی هستن، ایشون هم خب هم نویسنده و هم کارگردان هستن و سالها تو زمینه تئاتر فکر کنم یه جنبشی و حتی توی ایران تو تئاتر ایجاد کردن که هنوزم ادامه داره و میتونم بگم یک پله تئاتر ایران رو ایشون موف کردن به سمت بالا. یه چیز دیگه که باید راجع به این بگم این جشنواره اینه که ما یکی از نقاط ضعفی که توی تئاتر اینجا دیدیم این بودش که اجرا کننده ها و مخاطبان و تماشاگران اینها محیطی که توش اجرا انجام میشد استانداردی که باید باشه نبود. معمولا به دلایل باجتی محیطی بودش که خب لوکاست باشه و چاره‌ای هم نبود، انجام شدن تو اون محیط بهتر از اینه که انجام نشه قطعا. ولی ما اومدیم که اینو یه ذره ریورسش کنیم
و گفتیم آدینس بعد از اجرا لذت ببره، اجرا کننده بعد از اجرا کردن لذت ببره و همه چیز بایستی های استاندارد باشه که این اجرا کامل باشه و دیلیور بشه چیزی که بایستی دیلیور بشه. بنابراین اومدی مریدین آرت سنتر رو، خوب خیلی های انده، خیلی استاندارده، سالن بلک باکسشون رو گرفتیم که وقتی تماشاچی هر جا بشینه ساوندش و تصویری که داره کاملا یکیه و اون لذت و اون چیزی که باید ببره رو، اون مسیجی که باید برسه بهش رو کامل دریافت میکنه. بنابراین یکی علتهایی که داشتیم برای برگزاری این مجموعه این بودش که این محیط رو استاندارد بکنیم. البته من یه تکمیلی کنم حرف هادیو، اینه که یه سری گروه های حرفه‌ای هستن اینجا که خب سالهای سال دارن کار میکنن، صحبتمون اونا نیست، یعنی خب به هر حال اونا سالونای خودشون رو میگیرن و خب خیلی خوبه که حرفه‌ای دارن کار میکنن، بیشتر گروه هایی که جدید دارن کار میکنن و در واقع پتانسیل های حمایتی نه تماشاگر و شاید نه از طرف در واقع حالا جاهای فرهنگی رو ندارن و دوست دارن تئاتر کار کنن. کسایی هن که اومدن پیش ما کار دادن یا هنرجوهای مختلفی هن که دوست دارن اجرا ببرن و میبرن، ولی خب تو سالن هایی نیستش که دقیقا همونی که گفتی خیلی خوبه که اجرا میشه ولی در واقع فضا حرفه‌ای نیست، کیفیتی که باید باشه نیست. و حالا این فضا فراهم شده که در واقع بتونن اونجا توی یک فضای خیلی حرفه‌ای با یک نور و صدای حرفه‌ای یه اجرای خوبی رو ببرن. حداقل چند تا گروه هن؟ 12 تا گروه. ما 12 تا گروه داریم. هر گروهی حدوداً اجراش بین 8 تا 12 دقیقه است که ما اوریج 10 دقیقه در نظر میگیریم و در نهایت توی یک سانس همه این 12 تا نمایش داده خواهد شد. یعنی هر کسی که یک بلیت میخره میاد 12 تا نمایش، 10 تا 12 تا رو میبینه. در واقع یک نمایش 12 اپیزود انگار داره میبینه، ولی کاملا گروه ها جداست. ولی آره چند تا خصوصیت داره، حالا من منتظر سوال شما نمیشم بیا راست. آره چرا تا چند تا خصوصیت داره این جشنواره که خوبه که بهش اشاره بشه اگه من چیزی میس کردم. اولین خصوصیتی که داره اینه که اجراها توی یه سانس انجام میشه، همونجوری که گفتم، یعنی لازم نیست که شما برای نمایش ها برید بلیت های جدا بخرید که میوره که البته، یعنی کل جشنواره یه سانسه. ما 3 تا سانس داریم ولی هر یک سانس همه رو پوشش در واقع هر اجرا 3 بار اجرا میشه، خب ولی چیز دیگه در 3 سانس مختلف، ولی من بیننده یه بلیت میگیرم همه اجرا رو میبینم. شما یه بلیت که بگیرید سانستونه که انتخاب کنید میدونی که وقتی وارد شدید 10 تا اجرا رو میبینید یا 12 تا اجرا رو میبینید. سانس بعدی هم همین 12 تاست، بعدیش هم همینطور. پس 3 تا سانس اجراها کاملا سیم. نکته بعدی که داره اینه که ما برای اینکه گروه ها مطمئن بشیم که توی فیر دارن با هم رقابت میکنن اومدیم گفتیم گروه ها بایستی از متنهایی که ما بهشون میدیم اجرا بکنن. چرا؟ بدون اینکه یکی از دغدغه های آدمایی که اجرا میکنن متنه. متن استاندارد نیست، متن توی کاتگوری های مختلفه، یعنی ما کمدی داریم، اجتماعی داریم، درام داریم و از تراژدی داریم، توی کاتگوری های ژانرهای مختلف داره کار میشه ولی متن استاندارد داره. هم زمانش خودشون توی انتخاب متن دخالتی داشتن یا رندوم بهشون دادین متن؟ نه، ما اول می‌خواستیم رندوم بدیم ولی بعد گفتیم که چرا این کار بکنیم. ما اومدیم متن‌ها رو توی یه جلسه که گذاشتیم با دوستان و متن‌ها رو ارائه کردیم، خلاصه‌شو هر کسی متنی که دوستاشو انتخاب کرد، اگر یک متنی 2 تا طالب داشت قرعه کشی کردیم که فقط یکی از متن‌ها اینجوری بود، یعنی همه راضین از متن‌ها و ما هم راضییم. یعنی من الان دارم اجرا رو میبینم چقدر خوب متن‌ها انتخاب شده، یعنی چون ما عملا متنی ندادیم بخونن، یعنی گفتیم فیر باشه قضیه و اومدیم یه خلاصه داستان نوشتیم راجع به هر متن. هر کس بر اساس یه خلاصه داستانی اومد گفت من این متن رو میخوام
و بعدا متن رسید دستشون و اومدیم. الان من اجراها رو میبینم، میبینم چقدر دقیق انتخاب شده، یعنی طرفی که اومده اون اجرا که داره میکنه اصلا انگار مثلا سالهاست این متن رو خونده، میخواد اینو ببره رو صحنه. آره یعنی عجیب غریب نشسته. آره. رو گروه ها خیلی خوب شده، خیلی مت شده بود. اینه که این دومین خصوصیتش بود که ما متنا رو بهشون دادیم و دستشون هم باز گذاشتیم که توش بخواین اجاسمنتی انجام بدن و مال خودشون بکنن. مثلا برای این اجاسمنت اومدیم یه دراماتورژیو با یکی دو تا نفری که دارن بهشون کمک میکنن که مسعود جان هست رو در کنارشون قرار دادیم، یعنی دوستان همه دارن تمریناشون رو میان فاینالایز میکنن، اجاست میشه متن، اجاست میشه، میرن دوباره تمرین میکنن برمیگردن. این چندین جلسه با همه گروه ها داشتیم تا الان و خواهیم داشت تا تمرین نهاییمون. پس این دراماتورژم معمولا تو جشنواره ها نیست. این علتش این بودش که ما بیایم مطمئن بشیم اجراها در خور تماشاچی ما هست که داریم تو جشنواره بشینه. خب سومین نکته ای که داریم یه چیزی رو من فقط میونی کلمت بگم، برای اینکه در واقع تصوری هم برای بچه ها پیش نیاد، ما اسم نویسنده ها رو نگفتیم. یعنی ما یه سری متن در اختیار بچه ها قرار دادیم. متنا متنای شناخته شده، هم شناخته شده هست، هم نویسنده های جوانی هستند که تو ایران متن نوشتن و به ما دادن. خب یعنی مخلوطی از این هاست. یه سریاش خیلی اسمای بزرگی پشتشه و ما نخواد، یعنی چون بچه ها تئاتری هن، تئاتر کار کردن، اینا مطمئنا میشناختن وقتی که گفته میشد و این اسما اگه گفته میشد یه ذره بکران درست میکرد براشون، میترسیدن احتمالا که مثلا وای نکنه فلانی الان به ما بگه این چه اجرایی بوده رفتی از متن ما. و ما تونستیم اجازه بگیریم ازشون که آقا اجازه هست بچه ها متنا رو تغییر بدن، بکنن مال خودشون و خدا رو شکر همه اوکی دادن. یعنی کسایی که حالا متناشون توی این جشنواره هست همه این اوکی رو به ما دادن که ایرادی نداره، فقط بیس متن حفظ بشه، هر برداشتی که خواستن رو میتونن از توش بیارن و اجرا کنن. و در واقع اسمی از نویسنده ها فعلا نیاوردیم و بعد از جشنواره ما نویسنده ها رو معرفی میکنیم که در واقع این متن متعلق به چه کسی بوده. قرار نیستش اسمی گفته بشه که بار اون اسم یه ذره رو اجراها تاثیر بذاره. هم داورا بتونن بدونه، البته خب اونا قاعدتا وقت ببینن شاید یادشون بیاد چون و بهتر هم تماشاچی ها بتونن بدونه دغدغه این که کی نویسندش هست رو رأی بدن. نکته بعدی که داشتیم بازم در راستای این که جاها استانداردتر بشود این بودش که تورنتو فیلم اسکول رو ازشون تونستیم یکی از اساتید برجسته‌شون رو به نام اندی مسینگهام بیاریم و یه ورکشاپ رایگان برای بچه‌هایی که اجرا کننده هستن بذاریم که گذاشتیم هفته پیش بود، دو هفته پیش بود و خیلی عالی برگزار شد و بچه‌ها راضی، پر انرژی و خیلی آماده برای اجرا شدن. مخصوصا اینکه ما روی کردمون توی این اجراها این توی این ورکشاپ این بودش که بچه‌ها برای اجرا آماده بشن، نیومدیم بیسیک بازیگری رو بخوایم روش کاری بکنیم، چون همه‌شون کلاس‌های متعدد رفتن، خیلی‌هاشون اجراهای خوبی داشتن قبلا و به قول معروف حرفه‌ای هستن. بعد نکته بعدی که اضافه کردیم و خیلی اسپسیفیک برای این جشنواره خیلی قابل اهمیته اینه که ما به صورت آنلاین داریم پخش می‌کنیم اینو، یعنی نگران این نیستیم که یه نفری خالی یه شهر دیگه یه کشور دیگه هست اینو میس کنه. خب این اتفاقی که داره میفته و هر چقدر آدم ها بتونن بهتر از این بیشتر اینو ازش بهره بگیرن چرا که نه، بچه ها بیشتر دیده میشن، اجراها بیشتر پروموت میشه و عملا یه کار فرهنگی اینجا داره انجام میشه، خب بیشتر بولد میشه. و خب خانواده خیلی ها ایرانن، یعنی مثلا یه بازیگری داریم که دوست داره پدر مادرش حداقل رو صحنه ببیننش. یه چیزی که میتونه اینو انجام بده دیگه. حال درسته یه ذره سخت‌تر از ایران وصل میشن، یه ذره ماجرای هستش براشون که مثلا بخوام وصل بشن با پراکسی‌های مختلف وصلشن و یه چیزای دیگه، ولی خب به هر حال بهتر از این چیه دیگه، یعنی حداقل یه امکانیه شاید خیلی‌ها بتونن استفاده کنن و شاید کسایی توی کشورهای دیگه هست. پخش آنلاین از چه طریقیه؟ ویمو.
از طریق سایت ویمو انجام میشه و استریم آنلاینه و 24 ساعت در واقع کسایی که بلیت آنلاین میخرن وقت دارن که اون اجرا رو ببینن. بلیت فروش هم از طریق ایونت برایت برای آنلاین. آنلاین توی ایونت برایت برای چیز توی تیکت مستر برای حضوری. آره. چقدر گنجایش حضوری دارین برای سه تا سانس؟ ما حدودا 600 نفر. 600 نفر برای سه تا سانس. سه تا سانس. جشنواره گفتین جایزه داره. چند تا جایزه داره؟ چه جوایزی رو در نظر گرفتین؟ ما سه تا جایزه داریم. سه تا گروه جایزه ها داریم. اینجوری بگم بهتر. جایزه اولمون که توسط داورانی که اونجا هستن داده میشه دو تاست. یکی به بهترین اجرا، جایزه بهترین اجرا رو میدیم که هم لوح تقدیری داره هم جایزه نقدی داره که $1,000 کاناداست. یه جایزه داریم که به بهترین بازیگره. ما دیگه بهترین بازیگر رو زن و مرد نکردیم به دلیل اینکه ما تعداد بازیگران خانممون بیشتره، یه جوره غیر فر میشد. و یه جایزه داریم که به بهترین بازیگره، اون $500 جایزه نقدی داره و یه لوح تقدیر. از دید تماشاچی بهترین پرفورمنس و بهترین اجرا رو یه جایزه میدیم که رأی همه کسایی که میبینن چه آنلاین چه اونایی که حضوری میان رو جمع میکنیم توی اون پورتال رأیمون و در نتیجه یه جایزه ای رو به اون بهترین اجرا میدیم بر اساس رأی. یه جایزه آکادمی هم که همونجور که مسعود جان گفتن داریم که اعضای آکادمی که هی هم داره بهش اضافه میشه بر اساس رأی که میدن دیگه از رأی همدیگه هم خبر ندارن، رأی میدن بهترین اجرا بر اساس تعداد رأی ها اونم یه جایزه آکادمی میگیره. جایزه مردمی و آکادمی جایزه نقدی نداره، فقط یه جایزه لوح تقدیر داره و دیپلم افتخاری که از طرف آکادمی و در واقع جایزه اعتباری میشه. یعنی اعتبار میگیرن از طرف تماشاگران و یک اعتباری هم میگیرن از طرف گروه هایی که در واقع توی سرتاسر دنیا دارن کار میکنن و حالا اومدن و اینا رو به عنوان بهترین نمایش انتخاب کردن. در نظر داریم برای دوتا گروهی که آکادمی و تماشاگرانن بعدن بتونیم اجرای عمومی بذاریم، یه اجرایی داشته باشیم، ولی قطعی نیست، یعنی نمیدونیم بشه نشه، چون واقعا شرایط خیلی مهمه که چه اتفاق بیفته. خیلی دوست داریم این اتفاق بیفته، خیلی دوست داریم با آکادمی کارهای آینده بکنیم، یعنی رها نکنیم آکادمی و خب پتانسیل بزرگی آدمایی که اینور هستن و دارن کار میکنن و اینا، قطعا شاید بتونیم کارهای بزرگتری بکنیم. قولی نمیتونیم فعلا بدیم، داریم بهش فکر میکنیم، یعنی داریم فکر میکنیم که این مرحله بگذره، استفاده بهتری در واقع خدمات بهتری بتونیم بدیم به اعضای آکادمی که با همدیگه بشه کارهای بزرگتری و برای کامیونیتی ایرانی تو زمینه هنرهای نمایشی انجام داد. ما در واقع یه مقوله دیگه که بخوام بگم، این اجراها رو تقدیم کردیم به آقای بهرام بیضایی. بعضا من آقای بیضایی خیلی کار بزرگی کردن تو زمینه هنرهای نمایشی، یعنی تمام نمایشنامه های ایشون بذاریم کنار، اصلا بگیم که آقای بیضایی هیچ نمایشنامه ای هم ننوشته که یک عالمه نمایشنامه دارن و یک عالمه در واقع فرهنگ فارسی و هنر ایرانی رو نگه داشتن، همون کتاب نمایش در ایران و پژوهشی که در واقع ایشون چاپ کردن خیلی تونست نجات بده هنرهای نمایشی توی ایران رو. یعنی برای کسایی مثل من که علاقه دارن به هنرهای نمایشی، دانشجوهای نمایش، قطعا با این کتاب آشنان و همین یک اثر بسه برای اینکه در واقع استاد بهرام بیضایی به عنوان در واقع یکی از اسطوره‌های تئاتر ایران شناخته بشه. و ما تصمیم گرفتیم که هر دوره رو تقدیم کنیم به یکی از اساتید برتر هنرهای نمایشی ایرانی و اولین دوره رو تقدیم کردیم به آقای بهرام بیضایی. شانس ما بود که با دختر ایشون در واقع آشنا شدیم برای داوری این دوره از جشنواره و از طریق ایشون پیاممون رو به ایشون فرستادیم و اتفاقا خیلی هم استقبال کردن از این موضوع، خیلی راضیم از این که این اتفاق افتاده. آره. یه نکته دیگه که داره این مجموعه جشنواره اینه که این دوره، ما هر دوره‌ای که حالا اولین دوره است ولی نظرمونه که هر دوره رو یه تاپیکی بذاریم روش.
تاپیک این دوره زنان هست، وومن هست، از منظرهای مختلف و بیشتر اجتماعی، قسمت اجتماعی قضیه. و تقریبا میتونم بگم همه متن‌ها، نمایشنامه‌ها همه‌شون با یه نخی به هم، با یه ریسمانی به هم وصلن و اون ریسمانه محوریتش زن هست. حالا این میتونه به قول چالنجایی که این دوست خانم ها دارن باشه، این میتونه به قول حرفایی که قرار زده بشه راجع به خانم ها باشه و داستانایی که به وجود میاد از طریق به قول این تاپیک. بنابراین حال این دوره اینم یه موضوع دیگه ای هستش که خیلی بولده و خیلی قابل توجهه. فکر میکنم که این زنجیره 10-12 تا اجرا، کسی که اینو میبینه و با یه بلیت میاد اینو میخره و میبینه، بعضی که از سالن بیاد بیرون مدت ها فکر داره، مدت ها موضوع داره که بهش فکر کنه، مدت ها درگیری ذهنی خواهد داشت که فکر میکنیم یه پله بتونن آدم ها رو به یه سری واقعیت ها نزدیک بکنیم. یعنی هدفمون این بوده. حرفی، نکته ای که جا انداخته باشم یا نپرسیده باشم هم اگر دارین برای آخر ویدیو؟ یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که ما توی شهر تورنتو که شروع این حرکت هست، به بیزینس‌های مختلفی رجوع کردیم که بیان حامی ما بشن. چون این قضیه تئاتر اینجا واقعاً هم کاستش بالاست، هم طرفداراش آدمای خیلی به قول معروف خاصی هستن که توی میتونم بگم محدود هستن. یه نکته‌ای که به ما همه گوش زد کردن این بودش که ما تو کار فرهنگی، کارهای فرهنگی که تا حالا شده، این از دید بیزینس هست. هر گونه اسپانسرشیپی که ما تا حالا کانتریبیوت کردیم نتیجه‌ای برای ما نداشته. من فکر میکنم که به عنوان یک کار فرهنگی اگه بخوام به این قضیه نگاه بکنیم که میخواد ادامه دار بشه، یه دست صدا نداره. یعنی این که ما به عنوان برگزار کننده نمیتوانیم خدماتی به اسپانسرامون بدیم که لایقش هستن. به نظر من ارزشمنده یه اسپانسری ولو از دید بیزینس بیاد روی کار فرهنگی شرکت کنه و این باید ازش تقدیر بشه. تقدیر فقط نمیتونه یه بنر باشه که اونجا براش بزنیم، نمیتونه فقط یه ویدیو باشه که براش بسازیم و پخش بکنیم، بایستی از طرف تماشاچیان هم بیا تقدیس صورت بگیره. چجوری؟ وقتی یک بیزینسی اسپانسر یک کار فرهنگی میشه، تماشاچی به عنوان یوزر این کار فرهنگی که برای زحمت کشیده شده، یکی از وظایفشون اینه که بیان از اسپانسرها حمایت کنن. یعنی بیان بگن که وقتی صرافی شخصی اومده اسپانسر ما شده، من اگه بخوام پول بفرستم ایران، اولین چیزی که بیاد تو ذهنم صرافی شخصی باشه. وقتی سوپر ارزان اومده بشه، وقتی من بخوام یه چیزی بخرم، اولین چیزی که بیاد تو ذهنم سوپر ارزان باشه. رفتم داخل سوپر ارزان شدم، دیدم که این جنسی که داره میفروشه بده، اون نرخش بالاست، اون دیگه میشه مشکل اون بیزینس. من حمایتمو کردم به عنوان یه تماشاچی. پس ما انتظاری که داریم اینه که وقتی شما میخواید برید محصولات گوشتی بخرید، محصولات گوشتی دلپسند رو بخرید. وقتی دوتا چویس دارید، چرا میگی این برندینگ کرده، کار فرهنگی کرده، من باید یه پوهنی بهش بدم، حمایتش کنم. پس بنابراین داستان از این قراره که ما کارمون رو تا این لحظه کردیم، اومدیم این فضا رو فراهم کردیم، این کامیونیتی درست کردیم، این کامیونیتی هم باید به این شکل بده و این رو حمایت کنه. یکی از حمایتاش که فکر میکنم کاستلی هم نیست همینه. اولین چیزی که میاد تو ذهنشون وقتی میخوان یک کاری انجام بدن، ببینن با اسپانسر اون کار فرهنگی که دوست دارن هماهنگ است یا نه. اگه هست خب از اون استفاده کنن و منشنش کنن، بگن ما شما رو اونجا دیدیم، برای قدردانی من الان خدمت شما هستم، و اون احساس کنی که واو، من اپریشیت میشم، از من داره قدردانی میشه بابت این حرکتم. پس ادامه بده و کار فرهنگی اینجوری رول بشه و اینجوری مثل گوله های برف که بزرگتر میشن رولش بزرگتر بشه. این درخواست عاجزانه ما برای از دید یکی که کار فرهنگی داره میکنه. فعلا همین ستا هن، ولی بهشون قول میدیم که همه کسایی که میان اینجا تو این کار فرهنگی هستن، ما
مطمئنه مشتری آیندهشون خواهند بود. بنابراین ما هنوز جای اسپانسر داریم، هر اینداستری یه دونه میگیریم، بنابراین قرار نیست شلوغ بشه اونجا، چون نمیخوام اونجا رو به یه بازاری تبدیلش بکنیم. قراره که بیام اونجا یه کار فرهنگی ترتمیز ببینیم. دوستان همه حامیام قطعا همراه ما جلو خواهند رفت. یه اسپانسر معنوی هم داریم که بکاپ ما خیلی حمایتمون کرده، کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون مرزه. اونها هم خیلی دارن به ما کمک میکنن، دستشون درد نکنه، هنوز هم دارن میکنن، تو همه جای دنیا حامی ما بودن. و بخوایم در واقع مال یه حمایت دیگه هم بگیم، تئاتر بدون تماشاگر هیچه، یعنی واقعا صحنه تئاتری که تماشاگرش نباشه عملا یه اتاق خالیه. و در واقع از تماشاگران هم دعوت میکنم اگه دوست دارن یک تجربه متفاوت ببینن، من دیگه رو به دوربین شما اگه دوست دارن یک تجربه متفاوت ببینین، دوست دارن 10 تا اجرای ترتمیز ببینید که بچه های اینجا کار کردن، مدت ها روش وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، کلی در واقع برنامه ریزی براش شده، کلی زحمت کشیده شده، روی صحنه ببینید و ازشون حمایت کنید، میتونید همین الان در واقع پلتفرم‌های بلیت فروشی بازه، تعداد زیادی نمونده، یعنی الان داره بلیت فروشی انجام میشه. اگه دوست داشتید بلیت فروشی انجام بشه تا روز اجرا بلیت فروشی انجام میشه، البته تا وقتی که سولداد شه، ولی اگه دوست دارن حمایت کنن یا دوست دارن یه اجرا متفاوت ببینن، میتونن خریدشون رو، حالا لینکاشو میدم اگه تونستین میتونین بزنن توی دسکریپشن ویدیوتون، میتونن انجام بدن و ما خوشحال میشیم اونجا ببینیم اتون. حرف آخر من این بود. یکی دیگه از اون نکات اینه که خیلی هم فان، فکر میکنم ما جلوی اون منطقهی که سالن ما هست، ما یه دیدیکیتد سپیس داریم که مخصوص ماه، ما اونجا یه فرش قرمز هم داریم که همه بازیگرها، همچنین داورها، هم تماشاچی ها میتونن از اون فرش قرمز استفاده بکنن و یه اونو ثبتش کنن، اون لحظه رو، فکر کنم خیلی فان باشه. فرش قرمز تئاتری فارسی زبان توی امریکای شمالی کانادا. حرف دیگه ای؟ نکته دیگه ای؟ نه مرسی. نکته زیاد البته، باید بیان خودشون ببینن، یعنی اجراها و یه اجرای سورپرایزی هم توی اختتامیه داریم که حالا من خیلی نمیگم، بیان خودشون ببینن دیگه چیه. یه کار خیلی ویژه قراره تو اختتامیه بکنیم که یه گوشهشو تو صفحه اینستاگراممون گفتیم، ولی واقعا اجرای عجیب غریبیه، یه تجربه عجیب غریبه. خب مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. آدرس اینستاگرام TPN و آدرس وبسایت هایی که برای فروش بلیت وجود داره رو می نویسم توی دسکریپشن هستش، میتونید برید لینک ها رو کلیک کنید بلیت بخرید. اجراها توی 9 و 10 فوریه 2024 انجام میشه. امیدوارم که بعد از این تاریخ این ویدیو رو ندیده باشید، مهلت پیدا کرده باشید که اگه دوست دارید شما هم تئاترا رو چه به صورت حضوری چه به صورت آنلاین ببینین، فرصتش پیش بیاد که از همین اولین دوره شما هم بلیت رو تهیه کنید و باشید توی اجراها. به امید اینکه این اجراها توی سالهای آینده بزرگتر و بهتر هم برگزار بشه. و ممنونی از اینکه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه، ویدیوهای ما رو برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. مرسی، با ما بمونین. مرسی. استاد خسته نباشید.